درود، ما واسط ایرج هستم. این بار در دره زیبای شاتوت. دره شاتوت یکی از دره های فوق العاده زیبا در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل است. دره ای که قصه های زیادی را در خودش جا داده. با ما همراه باشین و از داشته های ما در این سفر هم لذت ببرین. دوستان عزیز، ما در این برنامه میریم از این بپرسیم که چرا به این دره دره شاتوت میگن، از رسم و رواج هموطنان ما در این دره میپرسیم و از زیبایی های این دره که ما را به این دره کشند. شما هم تا یک ساعت بینده باشین و از یک برنامه لذت ببرین و خاطرهای خوب در ذهنتان جاودانه بسازین. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم، انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خیلی خوب داره. من اتک نوشیدم که از امی اول صبح با انرژی باشم، یک برنامه خیلی خوبه تقدیم شما عزیزا بکنیم. خب آیسا آیسا، ما میریم به داخل دره. خوشبختانه که امروز هم جمع زیاده از دوستا و عزیزا هستن با ما تا یک برنامه خوب داشته باشیم. ابتدا میریم پیش آجی صاحب سید بابا شکیب تا بیشتر در رابطه به می دره شاتوت بدانیم و آیسا آیسا شما هم ما را همراهی بکنیم. خب هموطن عزیزم، شما بینده برنامه های میدان و تای میدان هستین. ما سفر ما را از ابتدای دره آغاز کردیم. فعلا در یک نقطه فوق العاده زیبا در این دره قرار داریم، جایی که تمام زیبایی های این دره و قریجاتی که در این دره قرار داره با خوبی معلوم میشه. خوشبختانه آقای صاحب سید بابا شکیب، یکی از متنفذین دره شاتوت، در کنار ما است تا امروز صحبت های بسیار خوب در رابطه با دره شاتوت داشته باشیم، در رابطه با تاریخ دره شاتوت بدانیم، در رابطه با فرهنگ، عنعنات، رسم و رواج و جاهای زیبا و تاریخی دره شاتوت بیشتر آشنا شویم. آقای صاحب، اگر سلامی دارین برای دوستا و عزیزایی هم که شما را فعلا بینده هستند، که امروز ما در خدمتتان است. بسم الله الرحمن الرحیم. باسط جان عزیز، در قدم اول سلام خدمت شما، همکاران تخنیکی شما، دوستای نازنینی که قدم رنجه فرمودین در دره زیبای شاتوت تشریف آوردین. خدمت شما بینندگان گرامی رادیو تلویزیون طلوع و مردم شریف و نجیب افغانستان، چی در داخل کشور و چی در بیرون کشور زندگی میکنن، سلام احترامات تقدیم میکنم. علیک السلام. خب حاجی صاحب، پیشنهیم از شما در رابطه به دره شاتوت، چون دره شاتوت یکی از دره های فوق العاده زیباست، ولی نامش ما هم تازه شدیدم. وقتی که به این دره آمدم، زیبایی های خیره کننده و چشمگیرش واقعا دیده هر بیننده، دیده هر گردشگر را به خودش جلب میکنه. از این بر ما بگین که چرا این دره را به نام دره شاتوت میگن؟ بسیار زیاد تشکر باسط جان، تشریف آوری شما عزیزا را در این دره زیبای شاتوت خیر مقدم و خوش آمدید میگم. دره شاتوت به خاطر داشتن باغای متعدد توت و انواع و اقسام توت، یعنی توت شاتوت، توت ابراهیم خانی، توت شیر توت، توت برنجی و توت شستی، باغای متعددی که ابتدایش از برج سرخی که شما در تصویر میبینین و ختمش دره لالندر، هم در لبه های جوی، زیر دریا، بالای دریا و این باغایی را که شما امروز در تصویر میبینین، باغای توت بوده که از امی حاصلات توت مردم شاتوت امرار معیشت میکرده. به مو خاطر دره زیبای شاتوت به نام شاتوت مسما بوده. درختای لب دریا و لب جوی مربوط میشد به میله های مردم کابل که در توتای لب جوی و لب دریا به خاطر پذیرایی از میمانای مردم کابل بود و باغا به خاطر امرار معیشت. بنا به همین دلیل دره زیبای شاتوت شاتوت مسما کردن. بسیار خوب. آقای صاحب، ما از میمان نوازی های مردم دره شاتوت ما زیاد شنیدیم و از این که در اون موسم زمانی که وقت توت می بود که دوستایی که از سایر ولایات از خود شهر کابل می آمدن
چی رقم با چی چه نوع ازشان پذیرایی میشد. انشالله که صحبت ها را باز در یک باغ می داشته باشیم در رابطه هم. آقای صاحب عزیز، بمشتیم از شما که میگن میله گل زردالو در دره شاتوت بسیار نام داره و اجزای زیادی از هر گوشه و کنار میان به اینجا به کوهنوردی به میله گل زردالو. میشه شما بیشتر بر ما بگوین؟ بسیار زیاد تشکر جناب باسط جان. میله زردالو و کوهنوردی در شروع هر سال یعنی در ماه عمل تقریبا از 15 سال به این طرف ادامه داشته که از شروع عمل تا 15 عمل این برنامه برای یک روز گرفته میشه و از مرکز و ولایت دوستا تشریف میارن، هم میله زردالو را تجلیل میکنن و هم کوهنوردی را میکنن که مؤسس و بنیانگذار امی میله زیبای زردالو و کوهنوردی برادر عزیز ما سید فرهاد هاشمی بوده که خوشبختانه ما امسال هم آماده تجلیلش بودیم و تجلیل کردیم. بسیار خوب. آیسو از شما میشنویم کوتاه در رابطه با انکشافاتی که در دره شاتوت صورت گرفته. بسیار زیاد تشکر جناب باسط عزیز. انکشافات دره شاتوت ما به دو بخش تقسیم شده. بخش اولش انکشافات تطبیقی است. انتقال برق دولتی در دره زیبای شاتوت یکی از دستاوردهای بسیار بزرگی است. بسیار خوب. احداث سرک تقریبا 7 کیلومتر و 200 متر یک دستاورد بسیار کلان است. اعمار یک پل بسیار خوب، قبلا اینجا یک پل بود که بسیار با مشکل مردم مواجه بود، دو دانه چوب و سرش جنگل انداخته شده بود. امروز ما شما شاهد پل بسیار زیبا و قشنگ هستیم در پلی از اعمار مکتب، اعمار دیوارهای استنادی، سردخانه ها، اعمار سیلبرها. یه دستاوردهای شورای انکشافی بوده که در رأس شورا الحاج مرحوم میر محمد سعید هاشمی یکی از شخصیت‌های بزرگ دره زیبای شاتوت بوده و قسمت دوم قسمت آرمانیش است. امی بزرگا در رأس رئیس شورا الحاج میر محمد سعید هاشمی یک آرمان شخصی داشتن، اعمار مسجد کلان بزرگ برای مردم شاتوت. بله. و یک آرمان مردمی که آمدن یک کلینیک به خاطر مردم فقیر و غریب مردم شاتوت بوده. بسیار خوب. انشالله که ما فعلا که شاهد نام خدا مسجد خیلی بزرگ و مسجد خیلی خوب در دره شاتوت هستیم. بسیار زیاد تشکر رئیس صاحب. از ساعت دیدنی و ساعت تاریخی دره شاتوت هم میشه کوتاه صحبت بکنین؟ باز بعدش سفر ما را ادامه میتیم هر جایی که شما لازم دیدین که بریم. بخیر. بسیار زیاد تشکر. واسط عزیز، شاتوت آثار و آبدات تاریخی متعدد در سینه خود داره، از جمله چشمه شور، جوی چهل دختران، کوچه مندوی، بند آبگردان کابل که یکی از جای مهم و ضروری است که باید ببینیم. بله بله. زیارت شاه نقشبند و قلعه غلام حسین خان، قلعه سیدان، فارم مرغداری دره شاتوت، فارم گوداری دره شاتوت، قریه سرخابی های شاتوت، قریه فقیرای شاتوت و زیارت خوجه گلیاران ولی. بله. و آثار آبدات قلعه کافرها، آثار آبدات تاریخی فراوانی است که از حوصله برنامه بیرون است. اگر وقت داشته باشین بریم به طرف چشمه شور و جوی چهل دختران و صحبت ها رو اونجا باز کنیم. با کمال میل. قربان شما. دوستان شما ما رو همراهی بکنین. داشتای خیلی خوب داریم در این سفر. شما فقط کافی است که برنامه خودتان های میدان و تای میدان را نگاه بکنین و لذت ببرید. تشکر. بفرمایید. بریم این بوتای ما میمانم نه اقا باز او طرف خاری گپاز در پایت نرو بیدار شما میمان هستین که باز سر ما بیا انشالله رفی جانه هست
رسیدیم بخیر به می چشمه. بسیار خوب. چشمه که دارای زمستان آب گرم و تابستان آب سرد است. واجی صاحب منیال منتظر ما و شما بود. بسیار خوب. آقای صاحب سید هاشمی. آب خوب، آب بسیار پاک و در این حال نسبتاً گرم هم است یابش. آقای صاحب مهربانی بفرمایید. بیاین آقای صاحب، بیاین بیاین. سلام احترام آقای صاحب. بسیار خوب است ان شاء الله. صحت شما خوب. بسیار خوش اومدین به دره زیبای شاتوت ما. قربان شما. ما فعلا در چشمه قرار داریم. از چشمه از ما سوال میکنین. چشمه آب شور است. بسیار خوب. که از معدن امی کوی قرخ مبرای و ای یک آب است که شفا دهنده است دیگه به حساب. بسیار خوب. بسیار شفا دهنده به است که امی بخار جانه در اینجا که میشوین این بخار از وجود انسان گم میشه، برطرف میشه. بسیار خوب میشه. این آب همیشه وقت از این چشمه به شکل جاری میباشه؟ بله دائم الوقت میباشه و از طرف زمستان حتی تفت از این بخار بالا میشه. از طرف تابستان این آبش از این بود دیگه سرد شده میره که حتی که پان شوی مثل که امی آب یخ واره. خب بسیار خوب. باز چطور از دوستا از سایر جایا از سایر ولایت ها میاین در این چشمه؟ بله از تمام شهر کابل حتی از ولایات در این چشمه میاین به خاطر تفریح و به خاطر سیاحت و به خاطر امی که فرض مثال وجودش بخار می داشته باشه این اینجا میاین خود شستشو میکنه. بسیار خوب. آقای صاحب مشنیم از شما جوی چل دختران که میگه؟ بله بله. امی چشمه را میگن یا خیر جای دیگه است؟ نه خیر جوی چل دختران این منظره که پیش روی ما شما است که نمی امی مقابل ما کس به زیر کوه نمی جوی چل دختران است سرچشمه از یه از لالندر است. خب و این یک تاریخچه داره شاید تمام کابل مونده که تمام افغانستان از این خبر داره که جوی به نام جوی چل دختران است. آها. که یک تاریخچه از این به این حساب است که اصلا نیره امی دخترها میکنه امی جویه؟ امی جویه دخترها میکنه و امی تاریخ دیگه ایره قصه میکنه. بله خب روایت هایی هست که سینه به سینه دیگه تا به شما رسیده. بله که شروعش از لالندر و ختمش در گلزار چهارسیا میریزه. خواه بسیار خوب. بازی را به می خاطر جوی چل دختران. جوی چل دختران میگن. بله خب بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. سلامت باشی. خیر باشین. سلامت باشی. دیدنتون خوش شدیم که به این قریه زیبای ما شاتوت به نام شاتوت است شما تشریف آوردین. ما خیلی خوشحال هستیم. بخیر و سلامت. خدا هم شما را عزت نصیب بکنه. زنده باشید. سلام. تشکر از حاجی صاحب باسط نازنین. حال دیگه وقتی رسیده که باید بریم به طرف امی دره و ما شما امی کوچه مندوی را ببینیم. بسیار خوب. میریم انشاءالله قصه ها را در رابطه با کوچه مندوی دره شاتوت هم میداشته باشه. خب هموطن عزیزم شما بینده برنامه های میدان و تای میدان هستین. ما فعلا در دره قول کلان هستیم. خوشبختانه ملک صاحب سید ولی شاه هم در کنار ما هستن تا بیشتر صحبت ها را داشته باشیم. مگم آقای صاحب ما را گفتی که میریم به بازار مندهی. ما در چورت ایزی بودم که بریم در یک بازار از دکان هاست خرید و فروش است. چه قسم ما دیم بین کوها تا ای که به دره رسیدیم دوستای جم چون مسیر بود که ایجا سیل آمده رای موترم مزدود شده بود دیگه تا اینجا هم تای میدان تای میدان قدم زده آمدیم. باسط عزیز بسیار گپ خوب اشاره کردیم. ما خود در مندهی شهر نگفتیم در مندهی دره شاتوت گفتیم میاریم تا دیگه بیادا جان. بخیر باشین. خب ملک صاحب بشتیم از شما در رابطه با می مندهی که در اینجا میگفتن قرار داره از اون مندهی برای ما بگوین کمه. مندهی در اون شهر قرار داره طرف هیچ جگردن و مندهی و سنگایی که سراسر مندگی است فکر که در همین بوجای آرد اما تو سراسر مندگی است او را به نام مندهی میگن. بسیار یک قول خرد است. خو بله. دیگه کدام روایت هم داره که سینه به سینه بر شما نقل شده باشه که سابقه و چی قصه بود؟ نه دیو تو سابقه اش ندارد بخصت همی سنگ از سابقه به نام مندهی که او را میگفتن
به خاطر می کمی سنگایی که در سر هم قرار گرفت سر هم قرار گرفت سرسر مانده مثل بوجی وره مثل بوجی که در منده سرسر میمونه بوجای گندم ورده و نموده که به مو شکل مانده شده بنام منده میگن دیگه پیشترش قول است که بنام قول سین سفید قول کلان این قولا به شاخه شاخه تقسیم شده بسیار خوب باز در این قولا یا همین دره هایی که در اینجا قرار داره چی چیزا پیدا میشه کدام حیوانات یا کدام پرنده ها پیدا میشه جفتر کوکس خب کوک زیادتر مردم جفت کوک میگیرن و هم شکار میکنن هم به تور میگیرن خب خب یعنی کوک زیاد از دی دره بله کوکس بسیار خوب یک طبیعت متفاوت منحصر به فرد زیبا کوههای بلند قامت که زیبایی از جر زیاد ساخته و این طرف هم همی دامنه یا هم تپه هایی است که نمیفهمی گیاه رو به نام چیات میکنن اونایی سب؟ یا به نام سرخبوته استک سرخبوته؟ یه از استفاده هم میشه یا خیلی؟ بله میکنن مردم میبرن بر سوخت بر سوخت استفاده بله. میکنن که همین طبیعت هم زیبا ساخته اینجا باز میگن که یک کافر قلام قرار داشته بله. وجود داشته بله. میشه از اون بر ما کم روشنی بندازی؟ یعنی پوسر کس و سنکاری ها کس تک به نام خانه ایل میگم ما آها. اینه چیست تک سنگاش حال بردن نه جایش موندن داده بشه وای صاحب بس این خانه هایی که قرار داره هرچند که دوستا بسیار کم آثار از او خانه ها دیده میشم و سنگریزه هایی که است نشاندنده از است که مو تاریخ طولانی را در خودش جا داده ملک صاحب میشه ازی بر مبوی که چقدر قدامت داره می خانه هایی که بوده آثارش دیده میشه خانه های خود زمان سابق از اگه یک پنام خانه هایی که بود جنگ افغان انگلیس که هایی گفت شاید باشه یا شاید هم پیش از او بوده باشه بله. بسیار خوب دیگه ما هم آمدیم از این منطقه دیدن کنیم هرچند که ما پیشتر هم یاد کردم من فکر میکردم که به شکل کدام بازار باشه ولی یک جای زیبا و دیدنی بود که بیشتر لذت بردیم خب آیسته آیسته بریم مسیر ما را ادامه بدیم جا داره که تشکر کنم از خودم جناب ملک صاحب بخیر و سلامت باشی میریم به طرفمو بند آبگردان بله میریم به طرف بند آبگردان بخیر چون ما درباره شنیدیم ولی از نزدیک ندیدیم چی خوب است که بریم از اونجا هم دیدن بکنیم و چند دقیقه قصام داشته باشیم انشالله میریم به طرف بند آبگردان بفرمایید السلام تشکر نام خدا دوستا اقدر این طبیعت زیباست که حتی آدم عاجز میشه از گفتن زیبایی که خداوند در وطن ما خلق کرده و این زیبایی ها را رایگان در دسترس ما قرار داده قدر یک فضای خوب است دو طرف امی درختای بید است فکر می کنم بید و شنگ است بید و شنگ به به این طبیعت زیبا این هم دریای زیبای کابل و بند آبگردان شاتوت خیلی صاحب سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین صاحب صحت شما خوب باید ماشاءالله چطوری؟ خوب هستین انشاءالله خیر خیر خیلی صاحب جور هستین صحتان خوب است بخیر هستین انشاءالله عافیت دارین الحمدلله دیر خو منتظر ما نموندین نه خیر نه قربانتان بخیر باشین سلامت باشین خیلی صاحب مشنیم از شما در رابطه به می بند آبگردان شاتوت بسم الله الرحمن الرحیم اول از این قبل از این خوش آمدین صفا آوردین به دره زیبای شاتوت که دره بسیار دیدنی و خوب است که شما بر مردم ما به تصویر میکشین خاص طور بر مردم کابل قربان شما بند شاتوت از جمله پنج بندای کابل است ولایت کابل است که در ولسوالی چهارسیا قرار داره که او در دره شاتوت افتاده که متاسفانه قرارداد از این سال 2012 با کشور هندوستان شده ولی کار عملیش تا هنوز شروع نشده این بند به چی منظور ساخته میشه و از این بند کدام زمین های کدام ساعت آبیاری صورت میگیره و همچنان ظرفیت برق اگر اینجا تولید شود چقدر مگاوات برق است؟ این بند بند آبگردان شاتوت است که البته این ظرفیت 150 میلیون متر مکعب داخل داره
بسیار خوب. کوهی بند به خاطر آب‌های تحت الارضی هم بسیار مفید است و در غیر از او به خاطر آب آشامیدنی که امروز مردم کابل از او ناحیه بسیار رنج میبرند. بسیار مفید و در غیر از او زمین‌های زراعتی نمیال در هیچ جای آب نیست و هر کس توسط سولار بند کن و چاهای عمیق میکنند که همیا ما به زیر زمینی کابل متضرر ساخته و آبای آشامیدنی هم خراب شده. اونا میکنن دیگه اگر این بند یا ساخته شود دیگه تمام مشکلات مردم کابل، شهروندای کابل مرفوع میشه. بنابراین این بند ظرفیت 2 الی 5 مگاوات برق هم داره که بر مردم کابل بده و بندی است که مردم در اینجا به تفریح و به سیل و دیگه هم میایه و به خاطر سرسبزی و بهبودی منطقه هم بسیار مفید است. بله واقعا که یک فضای بسیار زیباست، هرچند که فعلا عوام ابر شد و زیبایی از جو و مو بادهایی که میوزه بسیار خوشایند است و بعض دوستان میان به می صاحب بر خاطر تفریح دیگه در کنار از او واقعا که یک منظره فوق العاده زیبا و دیدنی است. جا داره که تشکر بکنیم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. تشکر لالا عزیزم، بفرمایید. سر تشکر 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 انسان‌های قدرتمند قله‌های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیت‌تان دریابید و قله‌های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. می‌تونید شما هم بنوشین، طعم خیلی خوب داره. واقعا طعم خوب داشته. نوش جانتان، نوش جان. بسیار زیاد تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. تشکر از شما. شما تشریف آوردین و انرژی اتک بر ما تقدیم کردید. قربان شما. شما خداوند عزت نصیبتان بکنه، به خیر و سلامت باشین. اگر کدام حرفی هم دارین کمرای ما در خدمت شماست. سلامت حرفی نمی که مسئولین امارت اسلامی افغانستان دیگه چیز شوه می بند خودشان اگر نزدیک مشاهده کنن بیان و کوشا شون. یکی در باسازی سرک که نمی سرک از این منطقه تا هنوز خامه است و در صورت اگر بند امار شد وقت طبیعی شد هم که سرک خیر شد و دوم از زمین خامه بودن از این امید حاقین ما بسیار متضرر هستند به خاطر که میوه و یار خاک میزنه و تمام فصل خاک میزنه و طبعا خاک سر میوه بشینه میوه را هم خراب میسازه. بله و دوم کسایی که به خاطر تفریح و سیل و نام میان در اینجا از امی خامه بودن و کوی بودن از این منطقه کم رنج میبرن. بله. چون ساحه سرک خامه است دیگه است و ترکوهی سنگ و جغل یا زیاد داره سرک پختن است دیگه زره با مشکلات مردمی طرف میگنه. نظر به کابل فکر کنم که بهترین جای دیدنی شاید در شاتوت باشه. واقعا که ما دو سال پیشتر گفتم که آدم حتی عاجز میمونه از تعریف کردن. اگر شما فرصت داشته باشین بیاین به روزای رخصتی، ما وعده میکنم که مردم دره شاتوت ما مثل تمام دیار عزیز ما واقعا که بسیار مهمان نواز، خوش کلام، خوش برخورد هستند که انشالله دیگه صحبت ها را می داشته باشیم. ولی بیاین از این طبیعت لذت ببرین، دم و اوقاتتان را کنار فامیل و عزیزایتان به خوبی و به خوشی سپری بکنین. قربان شما، بخیر باشین. ما هم دوستا همراه آقای صاحب مسیر ما را ادامه میتیم، زیبایی های زیادی را تقدیم شما ایضا میکنیم. بفرمایید. بفرمایید. خب دوستان عزیز، ما از بند آبگردان دره شاتوت دیدن کردیم و فعلا هم داخل قریه آمدیم. خانه های قدیمی زیبا و دیدنی پر از قصه و خاطرات فراوان. خب مشنه مویسه بس شما بفرمایین در رابطه با ای که این دره چند قریه قرار داره و کدام نامای قریه جات چی است؟ باست عزیز، در قدم اول خواب بازم در قلعه سیدای دره شاتوت خوش آمدید. بخیر باشین سر. دره شاتوت دارای 5 قریه است. ما فعلا در موقعیت قلعه سیدا قرار داریم.
بسیار خوب. این قلا به نام قلای سیدا یاد میشه؟ قلا به نام قلای سیدا یاد میشه که اجداد ما در حدود در بین 1.5 تا 200 سال پیش بنیاد این قلا را گذاشتن. بسیار خوب. قسمی که امی صحبت ها سینه به سینه انتقال کرده، زمانی که قلا را بنیاد گذاشتن گل ازیرا همراه همو گوای همو زمان لغت میکردن و میموندن در زیر یک شرشره آب برای 24 ساعت. اگر کیفیت گل خراب میشد، یعنی گل نرم میشد، میشورید، باز او گل اینجا استفاده نمیکردن، دوباره گواره میگشتاندن. بعد از اینکه خوب مطمئن میشدن که دیگه ای گل از شاریدن خلا شده، بازی پخصای قلا را میزدن و این قلا در حدود 150 الی 200 سال قدامت داره. در زمان جنگ افغان انگلیس از تیرکشای اینمی قلا علیه دشمن استفاده شده. این قلا با همی شکوه و عظمتش در اثر جنگای سالهای 57 تا 71 صدمه دیده. در غیر از اون قلا تا سال 57 و 58 هم قابل استفاده بوده که در اینجا سادات همین منطقه، سیدای همین منطقه زندگی و زیست داشتن. متاسفانه از اثر جنگا و بمبارتا و همین مبارزات علیه روس ای قلا و قلاهای متعدد دیگه که در شاتوت موقع بله بله داشتن. بله، من چندین قلا را دیدم که هر کدامش کم تخریب شده بود، ولی آدم با دیدن هر کدامش به یادمو قدیم و به یاد گذشته ها میرفت. و خاطرات طفولیت ما اینجا دیگه زیاد اوج میگیره اینجا که میاییم. خب خب، اما خاطرات است که همیشه وقت به یاد آدم میمونه، جز خاطره هیچ چیز دیگه باقی نمیمونه. تشکر میکنم حسین، بخیر باشین. زنده و سلامت باشین باسد جان نازنین. حال دیگه میریم به طرف زیارت خواجه گلیاران ولی و قریه فقیرا، از اوج دیدن خواهد کردیم. خوب است، دوستان ما را همراهی میکنند. بفرمایید سید. خب هموطنان عزیز، ما در این قسمت آمدیم به زیارت خواجه گلیاران ولی و بیشتر در رابطه به شخصیتشان صحبت ها را می داشته باشیم. تشکر بوسید جان. ما امیال برادر محترم ما محمد آصف رستمخیل، یک تن از متنفذین قریه و از خدمتگزارای زیارت با خود داریم که انشالله در مورد زیارت و داستان زیارت به شما صحبت خواهد کرد. بسیار خوب. اویسو خوب است، ساعتان خوب، بخیر است انشاءالله. تشکر از اینکه فرصت دادین. اویسو پشنیم از شما در رابطه با اینکه خواجه گلیاران ولی کی بود و بیشتر بر ما در باره شخصیت شما بگید. خواجه گلیاران ولی خو یک شخص بسیار بزرگوار و بسیار دوست پروردگار بود که همینجا بابای ما در همینجا ما مردم کوچیستیم. در همین منطقه مدرسه خیمه داشت و رمیش بود. بازمی یک تقریبا 12 به شب بود که سر اسب سوار بود، سرش در بغلش بود. یه متروان بود که تمی جلوان خود شاطر زیارت میگیش پیشتر است. بازی دم این 12 بشود پیش رمی خود صاحب سردی یک صدا کرد به طور پشتو که تو کی هستی که سر در بغل تو روان هستی، کجا میری؟ خوی تیر شد در این منطقه که رسیدی سر اسب افتاده بود. باز خواب بابی آمد که تو خود مرا نمانی که ما پیش دیگه جایی میرفتم، خود سرم صدا که دیگه نمانی مال تو سر ما یک دیره جور کن. و تقریبا 3 دفعه روزانه ادریزی جور میشد و شب بیرون میشد. بس یک مشکلات بود، صبح جور میشد روز جور میشد شب بیرون میشد. و بالاخره از مردم فرمولی و صاحب زاده لالندر باز مردم آوردن. دمی میگم که برش گفته بودیم واسطه که از این مردم بر ما بیارین سر ما دیلر جور کنن. بازی را جور کردم چوب بود سگ شما زمون در لالندر آوردن. بازی را که جور کرد دیگه پس ده خواد یامد که تو دیگه خود ما را نمیمانی دیگه، مجبور دینم اینجا خدمت مرا کنی. اصلا بابای ما از نقلوس، همین دند نقلوک است، همین اصلت جای ماست. بیش از 200 سال پیش چی شده دیگه. باز ای همین وصیت دیرا ما چیز اوایی فکر کرد برو یک گپ رفت پیش از زاده خود که ولی این رقم ده خوان گفت برو خوا تیر شد. خب بالاخره این خوا می بود که همین بابای ما تنامون دیگه اولادش پاک تلف شد، مالش و بچه زنش فرزندش کلش سر دوباره پس دیمی سه موتر تیزر پیشتر پس اومد که دمی زید پاید یفتاد و دیگه گیران و فقان بازم یک خیمه یک برخوزد باز سر دوباره خانه آباد کرد. باز
مردم قلعه حسین خان میگه دو بدرا بود. بله. یکی با اصلن شاتوت نه شاتور بود، یکی شاتور بود یکی غلام حسین خان بود. دو بدرا بودن. با دخواست یامده بود که یک چیز زمین باز زمینم به ما مردم دادن. دیگه اینی خدمتگار این دیاره بود تا وقت را. باز به نام یک بچه اودرج بود که به نام عبدالرجب خان بود، خب مردم به نام خروری مشهور بود. یک کچکول داشت می خدمت زیارت که میگه باز میرفت میگه می بود سوری دن چهار آسیا و چهار زمین میگه پرت یک خروار و یک نمیخوام بر دکاندار رو میرفت میگه پرت یک خروار باز یک کم چی برش منداخت. دیگه باز از او باز به نام بلبل شاه میگفتش نمی قریم باز باز از او که تفاوت کرد باز او را خدمتگار زیارت یک توت زمین برشان داد این خدمت زیارت کنیم. بخیر باشه. دیگه اینم بابای ما اینم دفن است. دیگه اگه داخل زیارت میریم مهربانی کنیم ان شاء الله میریم یک دعا میکنیم روی تمامشان شاد باشه و یادشان هم همیشه وقت جاودان باشه ان شاء الله که میریم دو استقامت هم که یک و همین قریام به نام از این زیارت مسماست در دو میت خاص به خاطر نام خواجه گلالیان ولی دمی پیش دشت پیش دمی قریه سو مخلوق خوب صحیح میله میشد. روز اولی در سلطان صاحب میشد، روز دومی دینجا میامد. بسیار خوب. باز ختم میشد. خواست به خاطر دیم زیارت. بخیر سلامت باشیم. بگه این نوروز یکان میله و چی میشد. تشکر. آی صاحب در کنار خود میداشته باشیم. انشالله که میریم در پایین قریه که پیشتر یاد کردم. یک مسجد هم هست که تازه ساخته شده. میریم در رابطه با اون مسجد هم صحبت ها را میداشته باشیم. جان ما شما خواهد زیارت دیدن که ما آمدیم بخیر بخیر باشه سر آمدیم پیش مسجد دیگه این مسجد آرمان حاجی صاحب محمد سعید هاشمی که رئیس شورای انکشافی قری شاتوت بود دیگه خدای پاک غریق رحمت کنه آمین دیگه این مسجد او هم آرمان داشت و ما مقصد ما می بود دیگه ما یکی دو دفعه پیش رفتیم این مسجد که ما کمک کرد و خودش فوت کرد و فرزنداش بود بله. این خانواده از این کمک کرد این مسجد دیگه چون خدمت هم زیاد کرد این منطقه بله باز به من خاطر ما همون نام از او را میگم مثلا ما ساختیم با نام آجیس محمد سعید هاشمی بسیار خوب دیگه می عروس اما عروس ارمان ما مردم هم بود و از اون بود بسیار خوب بارها مالی تات و باداتان قبول بکنه دیگه هنوز هم فکر میکنم یک قسمت کار از مسجد مقیم مانده کار بسیار زیاد مانده داخل هم کاشکاری مانده و پلستر مانده دیگه اینی صفیش هم کارش مانده و دیگه اوز خانه مانده و ایاتی اولی ازی مانده بسیار پینجای در پینجای ایاتی اولیش هست بسیار دیگه گل و گل کاری و بسیار کاراش هنوز شاید یکی سال دو سال انشالله بخیر انشالله بخیر میشه انشالله قرار دیگه میشه دیگه آیسته آیسته بله دقیقا کمک های دوستا باشه انشالله میشه بسیار خوب بخیر باشین آیسته سلامت دوستان مسجد زیبا را میبینن که کارش در حال جریان است و بخیر تمام شوه که دوستا و اعضایی که دمی قریه زندگی میکنن و همچنان اعضایی که دمی دره زندگی میکنن بیاین و اینجا عبادت الله متعال بکنن و ما هم جا داره که تشکر بکنیم از هاشمی صاحب که کار بنیادی کردن بخیر و فلاح همه مردم منطقه که اینجا زندگی میکنن تا بتونن خوبتر استفاده بکنن و بهتر عبادت خداوند انجام بدن تشکر باست عزیز از زحمات شما و تیم امرای شما ما و شما روز کاری و پرکار را داشتیم لذت بردیم از این روز امیدوار هستیم که گفته پشت زبان ها هر کل راشه همیشه بیاین شاتوت خانه مشترک تمام مردم افغانستان و میلجای مردم کابل و افغانستان است همیشه بیاین حال میخواییم که بخاطر صرف تام و معرفی و ایگپا پیش آقا صاحب سید زاکر هاشمی یک جوان مستعد با استعداد توانا و روشن فکر است و رئیس شورای انکشافی قریه شاتوت است بله. پیش از وا بریم به خاطر صرف تام و قبل از مهمان نوازیش تشکری بکنیم دقیقاً با هاشمی صاحب که ما خو آشنایی داریم جوان ورزیده جوان فعال و همیشه وقت
و فکر خیر و فلاح همی مردم دره شاتوت مثل شما و جمع بزرگای دیگه. خب دوستان شما ما را در ادامه برنامه هم همراهی بکنین. جا داره که تشکر از شما هم بکنم. دیگه آیستا آیستا بریم بخیر. سلامت باشید. سلام السلام علیکم خوش آمدید سلام علیکم خوب هستین ان شاء الله خوب هستین خوب هستین سلام علیکم باشید خوب هستین سلام علیکم خوب هستین خوب هستین ان شاء الله چطور هستین قندل الله خیرتی سلام دکتر خوب هستی جان جور خیرتی ملک صاحب سلام برسم ملک صاحب خوب هستی سید سمیع آقا خوب هستی سلام رسول سید فیصل آقا خوب هستی مننا باشه شما خیرتی خوب هستی سید خوب هستی سید خوب هست سلام علیکم خوش آمدید دلارم شما خوب هستی سید خوب هست خیرتی بفرمایید آقای صاحب خب هموطنان عزیز ما های میدان تای میدان در دره شاتوت از ابتدا تا فعلا زیبایی ها را کوشش کردیم که تقدیم شما ایضا بکنیم آجی صاحب و جمع از بزرگا که شما با چهرهایشان آشنا هستین که از ابتدای برنامه صحبت ها را در رابطه با بعض جاها داشتیم دیگه آشمی صاحب تشکر ازی که شما هم ما را دعوت کردین به خیر و سلامت باشین اگر سلامی هم دارین برای دوستای ما که شما را میبینه که امراد خدمتتان است بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخست تحفه سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تقدیم شما همکارای عزیز بیننده های محترم تلویزیون طلوع چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون افغانستان است تقدیم میکنم که بارت از السلام علیکم و رحمت الله است و آمدنتان به دره زیبای شاتوت خوش آمدید و خیر مقدم میگیم بسیار زیاد خوش آمدید صفا آوردین سلامت باشین حالا میریم ما تو طرف بالا چیزی که تیار بود سر سفره هست ان شاء الله کلوش جان بخیر سلامت باشین بفرمایید استا استا میریم و صحبت ها رو بلا می داشته باشیم حتما ان شاء الله فکر کنم که خودت هم زیاد گوش نشده بودیم تا سرعت آمدی باز جان بیا که خیلی کار کنیم که یک کمک موتم دست پیشی کنیم یکان خوراک کباب پخته کنیم دوستا خود زحمت کشیدن از فکر میکنم دوستا دیگه نام خدا یار محمد جان که نام خدا دیگه میماندار تمام ما شما هست همیشه بوده اون زحمت خود کشیده خود ما خود هم یکان بخیر باشین خیلی شما کار کنین ما اینه بیادار خودت باز چطور رسیده آشپزی؟ والا تنبل کباب هم نسازم دیگه به مناسبت تشریف آوری میموناز دیگه بزرگوار است میساز از تشکر اینه یک دو پکم هم میکنم نام خدا اینه خودت چطور رسیده آشپزی؟ نه نام خدا خوب هستم آدم های متعیل باید خوب آشپز باشن اگه نه باز جزا میبینن آشمی صاحب چطور است از آشمی صاحب هم بپرسید خوب هستم آجی صاحب ما نسبتا خوب هستم همینجا یک همکار ما صدا دارم میگم متعیل نگو بگو مسافر که هر روز ما و شما مسافر هستیم نه وطن از دیگه شما مسافر نمیشه بفرمایید استاد بخیر باشین خب آیستا آیستا دوستا صحبت ها رو میداشته باشیم جمع زیاد از دوستا و عزام در کنار ماستن بفرمایید که میریم سوال سر سفره بخیر همونجا دیگه قصه ها رو باز ما شما ان شاء الله قصه هم زیاد داره ان شاء الله بفرمایید بنویسید بشین دوستا
دوستا و هموطن عزیزم، تشکر از این که تا اینجا ما را همراهی کردین. امیدوار هستم که از داشته‌های ما در این سفرم لذت برده باشین. جا داره که تشکر بکنیم از هاشمی صاحب، آقای صاحب شکیب و جمع زمی بزرگا و عزیزایی که در سر سفره کنار ما هستند. واقعا زحمت زیاد کشیدین، لطف کردین، بزرگیتان است. خواهش میکنم. سلامت باشین. خب هاشمی صاحب، از شما میشنویم در رابطه با می مهمان نوازی های مردم ما در دره شاتوت. باسد عزیز، مهمان نوازی یگانه عرف و عناناتی که بر مردم ما خصوصا و مردم دره شاتوت شده. وقتی که مردم در فصل بهار به میله میان، در وقت زردالو، توت، مثلا آلوبالو، سیب، در باغا یک رسم رواج است که در جایی که ما شما فعلا نشستیم این مربوطات همی خود ما میشه. اگر ایجا کدام فامیلای بیرون از صاحب منطقه به میله آمده باشه، ما به خود اجازه را نمیتیم که بگوییم که شما ایجا نشینین یا ما میشینیم. دقیقا ما همیشه وقت یاد میکنم که مردم ما در مجموع هر ولایت ما، هر قریه و قصبات ما واقعا مردم بسیار میمان نواز هستند. با مو جبین باز و لبهای پر از لبخند آدم را پذیرایی میکنن که ما شایدش در هر ولایت ما بودیم و ولایت کابل ما هم که حرف نداره و بخصوص در این دره که ما امروز هستیم. پسرک هاشمی صاحبم یک ترانه برای اطفال نازنین ما میخوانه. سید زهیر آقا. آه زهیر جان، بخوان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه بارس. بارس 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 بکر دندان صبح خیتی صبح ملازان و شوی دستوریت را شانه بزن مویت را بشین سر دسترخان غذا بخور نوشه جان غذای گرم مزدار نانهای گرم داغ هم 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 همراه پدر جان هم 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 همراه مادر جان. تشکر از توجهتان. تشکر از خودت هم نام خدا. خب دوستا، بام بود و شام شد و ما هم کوشش کردیم که زیبایی های زیاده را تقدیم شما ایضا بکنیم. دیگه فعلا هم وقت نان خوردن است. کم کم نان هم بگیریم که گشنه شدیم. فکر میکنم که اگر چیز کنیم نان سرد خواهد شد. آیست آیست هم میگیریم کم کم. قربان میره بانیل. بخیر باشیم. دست دوستا و عزیزای ما درد نکنه که واقعا زحمت کشیدن، لطف کردن. دیگه جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. میتونید شما هم بنوشین. خب سلامت باشین آقای صاحب شکیب. تشکر. اگر حرف پیامی دارین کوتاه کمرای ما در خدمتتان است. در اخیر به نمایندگی از اهالی دره شاتوت تشریف آوری شما را بازم خیر مقدم میگیم. رسم و عنانی ما همونطور است که بگیم خوش آمدین. بخیر باشین. پیام ما پیام است که امیدوار هستم که صلح قسمی که در افغانستان آمده دائمی باشه، وطن ما و شما آباد شود، مردم و محیط منطقه ما آباد آرام باشد و امیدوار هستم که یک افغانستان آباد آرام و سرشار از همه خوشی ها باشد. الهی آمین. خب تشکر میکنم از خودتم هاشمی صاحب. اگر خودتم کدام پیام کلامی داری کوتاه کمرا در خدمتتان است. باسس عزیز، قسمی که الهی متعال مغفرت کنه پدر ما الحاج میر محمد سید هاشمی را که در بهبود و وضعیت و انکشاف ساحه کار میکرد، آرزوی من و پیشنهاد من ای است که اگر صدای من به گوش مسئولین برسه که امی سرک شب که مربوط دره شاتوت است اگر قریزی شوه و حاصلات مردم ما هم به وقت زمان معینش میرسه و از امی طریق میتونن ابرار معیشت هم بکنن و خوبی های از این سرک هم به تمام مردم که ایجه به تفریح میان برازی هم است و در قسمت انکشاف شاتوت هم چون ما رئیس شورای انکشافی شاتوت هستم فعلا توجه خاص ما آدمی هستم و قسمی که پدر آرزو داشت ما آرزو داریم که در شاتوت بعض انکشافات صورت بگیره. بخیر باشین. تشکر میکنم از خودتم. سید زاکر هاشمی رئیس شورای انکشافی مردم شاتوت و همچنان یکی از جوانای فعال و یک تشکری خاص از تمام هموطن عزیزم که تا ایدم بینده برنامه خودتان های میدان و تای میدان بودین. امیدوار هستم که از داشتای ما لذت برده باشین. تا برنامه بعد، تا های میدان و تای میدان دیگر، تک تکتان بلای یک تا به همتام سپارم. زنده باد، پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.